کوتاه بیا دیگه فیزی، تو چطور میتونی به من نبگی؟ اصلا فکر کن قبول کردم. به نظرت خوشبخت میشیم؟ نه من مامان تو رو خوب میشناسم مهلا، نمیذاره بخندیم، نمیذاره نفس بکشیم. یعنی میگین نمیشه؟ نه این کار به نفع هر دومونه، به خاطر خودمون میگم. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. خوبش فکر کن مهلا، تو رو خود منطقی باش، قربونت برم، همه چی کاملا واضحه. فکر کن اگه دیگه حرفی برای گفتن ندارم. بهت که گفتم مامانم عوض شده، فکر میکردم همه چی درست شده. ببین هرچی میخوای بگو، دست مامانم رو میگیرم و میارم اینجا. اگه مخالفت کنی همه چی تموم میشه. درباره این موضوع فکر کن. خدایا از این اوضاع دیگه دارم خسته میشم، نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم. مامان شما کجایی؟ زنگ میزنم اما جواب نمیدین. منم زنگ میزنم جواب نمیده. حتما واسش کار پیش اومده، نمیتونه بیاد خونه، پولش تموم شده. مهم نیست، نگران نباش. واسه چی به بابات زنگ زده بودی؟ مامان راستش من یکم پول لازمم، سعی میکنم امروز حلش کنم، اما اگه حل نشد بهم کمک میکنی؟ منم پول ندارم پسرم، خدا خیرش بده. اون اصلا هیچ چیزیو نمیفهمه. هر چی پول داشتم همشو خرج کردم. اگه عجله نداری یه چند روز صبر کن. باشه باشه مامان، ناراحت نباش، خودم یه کاریش میکنم. باشه پسرم. مامان من میرم، زودم برمیگردم. یه دقیقه صبر کن بارش جون، اگه حل نشد به هم زنگ بزن. باشه سعی میکنم یه چیزایی واسه جور کنم. ببینم داری کجا میری؟ مامانت چی شد ایپک جون؟ کار داشت. نوش جونتون، من باید برم، کار دارم. پسرم همه یه وسایلاتو اینجا آماده کردم، وقتی رفتی خونه با خودت ببرش. باشه مامان جون. کی میخواین برین؟ صبحونه رو که خوردی میریم مامان جون. خب تو که چیزی نخوردی، چایی هم که حاضر نیست. اشتها ندارم. چی کار میکنه دکتر؟ من دارم صبونه میخورم. اصلا دست خودم نیست، باید هرچه زودتر برم پیش دکتر، نمیتونم همه این کارا رو انجام بدم. من میرم. خدای من، تو میخوای چی کار کنی ها؟ آروم باش، من که اصلا چیزی نفهمیدم. آروم باش دختر، صدا تو بیار پایین. چرا؟ ایپک این حرفو نزن، اینجا کسی نمیدونه من حاملم، اگه بدونن بدبخت میشم. راست میگی آبجی. وایسا دختر، منم اومدم. خدای من الان مامانم میاد. داداشتم که رفت، گفت کار دارم. مریم آبجیاسین، همه تون اینجا آماده و حاضرین، به من خبر ندادین؟ عزیزم دلم واسط خیلی تنگ شده بود، والا اصلمم خیلی ناراحت میشه، من که میگم به ای زنگ نزنین. بفرمایید. سلام ملکه خانم، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. ببینم حالتون چطوره؟ چرا دروغ بگم، اصلا حالم خوب نیست، شما که همه چیزو میدونید. چی بگم ملکه خانم، سعی کردم قبل از این که کار به اینجا بکشه بهتون زنگ بزنم، به کارگرای قدیمتون هم خبر دادم. خیلی ممنون آقا، اونا به هم زنگ زدن. میدونین چیه، از بس واسه اومدن عجله داشتم اصلا نفهمیدم چه جوری اومدم اینجا. به خالد اعتماد کردم، بهش قرض دادم و رفتم، اما چه بلایی که سرم نیومد. خونمونو فروختن، وسایلش هم گرفتن. خب این موضوع رای حل دیگه ای نداره، آخه ما میخواییم واسه همیشه اینجا بمونیم. میگم اگه باقی پولو به صورت قسط بپردازم اون وقت چی؟ کار میکنم و پولو پرداخت میکنم، هرچی نباشه این حقو که دارم، منو که میشناسین. ای کاش از دست من کاری برمی اومد، آخه چند ماهه که پولی پرداخت نشده، مدیرم میخواد خونه رو بگیره. آره خوبه. ببخشید آقا، میشه بگین کجا میتونم مدیر رو ببینم؟ شاید اگه درباره مشکلاتم بهش بگم بتونه منو درک کنه. ببینین ملکه خانم،
چیزی به انجام این کار نمونده. خونتون به خاطر بدهی که دارین به کس دیگه ای فروخته میشه. راستش مامانم لج کرده میگه عروسی کن، ولی عزلمو که خودتون میشناسین تهدیدش شده خودکشی کردن. مامانم هم عصبانیه که چرا بابات منصرف شده. گفت اگه نمیخوای بری خونه یه وقتت باید کار کنی. اونم الان چند وقت تو هتل کار میکنه، به دیدن شما نمیتونه بیا تو هتل. راستش نمیدونم چرا اینقدر حالش بد شده. مریم در مورد عزلم گفتی، ولی نگفتی خودت چی کار میکنی، یعنی کار چیه؟ آی دست رو دلم نذار، زلزله خیلی به کارمون لطمه زد. منم چند وقت خونه استراحت میکنم. راستشو بخوای خوب شد. ببین الان با هم میگردیم. میدونی ایپک، خیلی خوشحالم که همه چی داره خوب پیش میره. راستش خیلی خوب شد، الان میتونیم بریم تفریح. میخوای با هم بریم ساحل؟ یه سینمای تازه باز شده، حتما خوشت میاد. چرا تو اصلا هیچی نمیگی ایپک؟ تو از عزلمم کم حرف تری، جای خالیشو پر کردی. چی بگم مریم؟ یعنی در مورد چی حرف بزنم؟ مثلا در مورد استانبول. عزلم میگفت یه دانشگاه بزرگ باز شده، پسرای خوشگلم داره. تو واسه خودت از اون دوست پسرای خوشگل پیدا نکردی؟ داشتم ولی جدا شدیم. چرا آخه دختر؟ زود باش بگو اسمش چی بود؟ چجوری آشنا شدین؟ چرا جدا شدین؟ راستشو بخوای این دختر خیلی بد رفته رو مخم. به نظر چی کارش کنیم ها؟ والا هر جوری شده باید یه جوری ازش جدا بشیم. نباید چیزی بفهمه. اون مثل روزنامه نگار میمونه. اگه این بفهمه مطمئن باش سسوت خانوادم فهمیدن. پس من سرگرمش میکنم و تو برو. اوسکار تو چی داری میگی؟ ازم میخوای تنهایی کجا برم؟ این اولین بار این اتفاق واسم افتاده. منو تنها نذار، خیلی میترسم. باشه یه راهی پیدا میکنیم، بیا. خدا دلم نمیخواد کار کنم آرکان، حتی نمیتونم دستم رو تکون بدم. انگار عقلم از دست دادم، حوصله هیچی رو ندارم. به خدا وقتی اینا رو شروع کردم به خوندن یکم بهتر شدم. چرا داداش؟ اتفاقی افتاده؟ رفت ملکه خانم، اینا همشون رفتن. وقتی تو تلویزیون تو رو دیدیم تو خونمون غوغا شد. مامانم گفت دوست جونجونی تو نگاه کن چه کارهایی که نمی کنه. تنها تو خونه ما که نبود، همه داشتن در مورد تو حرف می زدن. دختر مریم، ها این چه جور بیرون آوردنیه که تا اینجا اومدیم حتی یه بستنی هم نگرفتی؟ اگه عزلم بود این کارو نمی کرد. آی به خدا تازه یادم اومد میگن که دل به دل راه داره. شما چی می خورین؟ والا فرق نمی کنه، از دوست هر چه رسد نیکوست. یالا ایپک بیا بریم بستنی بخریم بیایم. نه اون نمیاد، تو تنها برو. چرا نمیاد؟ آخه ایپک دوست دوران بچگیمه. چون ایپک باید یه سر بره داروخونه. تو که میدونی آسین نمیتونه چون تازه کارشو شروع کرده. چی شده عزیزم؟ فکر کردی من نوکرتم؟ نه عزیزم، فکر کردم مهمون نوازی بلدی. مریم بس نکن دیگه، برو. باشه اوزگو، من که پول پیشم نیست. آبیه ساده لوه من. بیا بیاین سوار اتوبوس بشین. بریم کجا میرین؟ جواب بدین. یه وقت یادت نره بعد از مغازه یه سر بریم داروخونه، باید فشارمو ببینم. خدا سایتون از سرمون کم نکنه. وقتی این احمقو میبینم بدهکاریای دوران بچگیم هم یادم میاد. به خدا بری یا بر نگردی، ولی محلا جونم برگرده. وای محلا وای. داداش اول بریم دانشگاه بعدش بریم ارتوکوی، باشه؟ حالتون خوبه؟ خواهش میکنم حرف بزنید.
میدونم که خیلی ناراحتین، اما همچین قصدی نداشتم. شما رو همیشه مثل مامان خودم دونستم. راستش منم خیلی ناراحتم، اما من اپکو دوست دارم، درکم کنی. خفش رو، بی تربیت. چرا این کارو میکنین؟ واقعا نمیفهمم. یعنی شما خودتون تا حالا عاشق نشدین؟ نشدم پسرم. وقتی دست چپ و راستم و شناختم، مامان و بابا منو شوهر داد. عشق میریختم ولی به هیچ کسی خیانت نکردم. نمک خوردم و هیچ وقت نمکدون نشکستم. اینقدر حواسم پرته که اصلا نفهمیدم چایی تمام کردیم. واسط قهوه آوردم. اگه ملکه خانم بود ازش میگرفتم، اما نیست. دست درد نکنه. راستش فکر میکنم این ساختمونو یکی چشم زده. میبینی همه ما یه جورایی ترد شدیم. تو، من، دنیز. یعنی رفت ها؟ خداحافظی هم نکرد. اگه می اومدم که تو خونه نبودی آرکان. بی خیال داداش ساله. چی کار میخوای بکنی؟ میری پیش ایلول؟ اگه با هم دیگه میرین تفریح، میشه دوتاتون از نو شروع کنین. منظورمو فهمیدی یا نه؟ دروغ نمیگم داداش. هم میترسم هم میخوامش. به نظرت کی میتونه منو خوشحال کنه؟ فکر میکردم اگه میمون چه اتفاقی میافتاد؟ تصمیمتو گرفتیم. هرچی میخواد انجام بده، چون هنوز تموم نشده. اما اگه یکم هم دیر کنی، شاید تنها بمونی و تنهایی اصلا خوب نیست. اصلا. اینجاست. حالت خوبه؟ نمیدونم درسته یا نه. داشت. روز بخیر احمد. خوش اومدی بارش. داداش یاسین کجاست؟ پایینه. دمت گرم. خسته نباشی. ممنون. داداش یاسین روز بخیر. از این ورا داداش. داداش یه کار مهم باهات داشتم. یه مقدار پول به هم بده کارین. بعد از برنامه امشب میتونم بگیرمش؟ میدونی یه وقتی پولتو میخوای که اصلا پول پیشم نیست. واقعا ندارم. خب منم الان نخواستم. بعد از برنامه امشب گفتم بدین. خب مشکل همینه دیگه بارش. از یه طرف تو، از یه طرف ماه رمضون. چند روزی هم میشه که اصلا مشتری نیومده. اگه امشب کسی نیاد نیاز نیست اجرا کنی. باشه داداش، ممنونم. باشه، روز بخیر. من وقت قبلی داشتم. اسمتون پنار بود نه؟ بله. شما برین تو اتاق، الان دکتر خودشون تشریف میارن. اوف. حالا باید چیکار کنی؟ گیتارمو میفروشم. چرت نگو داداش، لازمش داری. اگه امشب برنامه داشته باشی چیکار میکنی؟ از یکی قرض میگیرم. والا پول لازمم دیگه. نمیتونم منتظر پول برنامه باشم. باید همین امشب برم. هر کاری لازم باشه انجام میدم. مواظب خودت باش. تو هم داداش جون. تلفن زنگ میخوره. باشه فعلا. با کسی کار داشتیم؟ با آسین کار داشتم ولی فکر کنم نیست. شما نمیدونین کجاست؟ خبر نداری؟ آسین رفت به روستای خودشون.
جدی میگی؟ فکر میکردم چند روزی شاید بمونه. به هر حال خیلی ممنون که گفتین، روز بخیر. خب بچه تون الان 9 هفته و 3 روزشه. یعنی چی؟ هفته قبل که گفتین 6 هفته شده. طبق تاریخی که خودتون داده بودین نشون میده بچه تون الان 9 هفته شه. هر چند هفته قبل خودتون نمیدونستین، ولی با این تاریخ خیلی تفاوت نداره. نتیجه الان کاملا درسته. ولی مشکلی که نیست مگه نه؟ یعنی الان میتونم سختش کنم؟ آخه من زود اومدم. البته شما برین تو اتاق منتظر بمونین، من اتاق عملو آماده میکنم. خیلی ممنونم. چی شد؟ دکتر چی گفت؟ اتاق عمل آماده میکنه. تو حالا چطوره؟ حالم خوبه. خانم محترم، شوهرتون نیومده؟ چند تا برگه است که باید امضا کنه. اما اون اینجا نیست. تا شوهرتون این برگه ها رو امضا نکنه نمیتونیم شما رو عمل کنیم. لطفاً بهشون بگین بیاد. آخه چطور بیاد؟ اون الان استانبوله. شوهرش راضیه، من شاهدم. فکر کنم متوجه نیستین. تا این برگه ها امضا نشه نمیتونم بچه رو سفت یعنی کنم. یعنی چی نمیتونین؟ نمیفهمم. آخه این مادرشه، تصمیم خودش میگیره و نمیخواد این بچه رو به دنیا بیاره. این کار کوچیکی نیست. اگه بدون اجازهش این کارو کنم و اون بفهمه، هم من و هم دوستتون تو دردسر بزرگی میافتیم. ازتون خواهش میکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. آخه اصلا قرار نیست کسی چیزی بفهمه. باور کنین شوهرم میدونه، اونم میخواد این بچه سقط بشه. خب خوبه دیگه، شما برین با شوهرتون بیان که من شما رو عمل کنم. اصلا چرا بهش نگفتی که هنوز عروسی نکردی؟ نمیدونم، فکر کردم اگه بگم عروسی نکردم شاید تو درد سر بیفتم. اصلا فکر نمیکردم میگه شوهرتم باید بیاد. الان چیکار کنیم؟ اینجا نمیشه، باید بریم یه دکتر دیگه پیدا کنیم. از کجا پیدا کنیم؟ یه هفته وقت داریم بچه رو سقط کنیم. نباید هیچ کس بوی ببره. خب باشه، باید بریم راضیش کنیم. دکتر میگه تصمیمتون رو بگیرین. شما با این بیمارستانتون چرا باید شوهرش بیاد اینجا؟ این واسه یه مشکلی پیش اومده. آخه شما چرا کارش انجام نمیدی؟ بعضیا بدون اطلاع همسرشون میان بچه‌شون رو سقط میکنن. با شوهرشون میان دردسر درست میکنن. به خاطر همین دکتر میگه باید برگه ها رو امضا کنه و برگرده. یعنی شما فقط به فکر خودتونین؟ عالیه والا. بس اسکور، بس کن. ولم کن بابا. دلیک جونم، عزیز دلم دلیک، دختر خوشگلم، بعد از این میخوام همیشه اینجا پیشت بمونم، همیشه واسط گل میارم. ببین درست مثل قدیما. آقا کمال، آقا کمال، وقتی من نبودم هیچ کس نیومد به دخترم سر بزنه، اما ببین خودم اومدم، دست دخترمو گرفتم و دوباره برگشتم پیشت. چند سال اونجا سپری کردم. میدونستم منتظرم. فکر نکن بی وفایی کردم. نتونستم بیام اما همیشه به یادت بودم. خیلی روزای سختی رو سپری کردم. همیشه میگفتم کاش تو پیشم بودی. با هم حرف میزدی. اگه راه نمایی میکردی شاید الان همه چی خوب بود. ولی موندم چی کار کنم؟ هیچی به ذهنم نمیرسه. حتی نمیتونم دخترمو به راه راست هدایت کنم. آخه چی کار میکردم؟
دستشو گرفتم و آوردمش همینجا. هیچ چاره ای نداشتم. میدونم تو هم مثل اپک از دستم ناراحتی، اما ترسیدم آقا کمال. واسه همین دخترمون آوردمش اینجا، چون جاش امنه. آخه تنهایی تو اون شهر بزرگ چی کار میکردم؟ مادر بودن خیلی سخته آقا کمال، خیلی سخته. معذرت میخوام، گریه کردم. اما خدایا الان چی کار کنم؟ الان چه خاکی تو سرم بریزم؟ گریه نکن، تو این شهر یه عالمه دکتر ریخته. ببین آبجی، این یکی نشد، یکی دیگر رو پیدا میکنیم کارتو انجام بده. حالا چی کار کنم اسکار؟ من اینجا کاری از دستم بر نمیام، نمیتونم من برم اونجا. آسین، یه دکتر دیگه برات پیدا میکنیم، همین که بالاخره یه چاره پیدا میکنیم. آروم باش دیگه، همینجا پیاده میشیم. خوبه. آسین، اول بریم خونه. اصلا نمیدونم چی کار کنم دیگه، دلیلی واسه رفتن به اون خونه هم ندارم. اما اول بریم یه چیزی بخوریم، دارم از گشنگی قش میکنم. باشه. تو حالت خوبه؟ داداش داری چی کار میکنی؟ هر کی تو رو ببینه فکر میکنه میخوای ماشین بخری. از صبح داری نگاهش میکنی؟ نگاه میکنم چون کارم اینه، اگه خراب باشه ارزش خریدن نداره. تو چی میگی داداش؟ خراب نیست، زیاد در موردش نمیدونم، ولی این گیتار بهترین گیتار در جهانه. داداشم وقتی که گیتار میزنه انگار داستان زندگیشو مینوازه. انقدر خودتو اذیت نکن باشه، کیفیتشو ببین بعد بگو چند میارزه. 100 لیر میدم. 100 لیر؟ یعنی چی؟ مثل اینکه گیتار شناس نیستی یا؟ گفتم که کارم اینه. باشه داداش، باشه. چی کار میکنی داداش؟ چرت و پرت نگو. وقتی خریدی 600 لیر پاش پول دادی. میبینی که پول زیادی پیشنهاد نداد، بهش نفروش. سعی کن یه سودی ازش ببری بارش. شنر بفهم. خیلی ممنونم. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. این دختر همین چند روز پیش اینجا بود، میگه برمیگردم، منو گیج کرده. بالاخره اونم ازدواج میکرد دیگه. مامان تو مهلا هم خیلی بد شد، تنها موندن بیچاره ها، خیلی دلم براشون میسوزه. من همه چیو درست کردم، با مامانم حرف زدم، از این به بعد میره پیش مهلا میمونه. اگه من با دخترم میموندم کرایه خونه رو باید میدادیم. خرج و مصارف دانشگاهم زیاد بود عدالت. پولی هم که به هم میرسید به درد هیچیمون نمیخورد. تو مملکت خودمون جایی نداریم. ملکه، اون موقعم پرسیدم گفتی نه. حالا نوبت دخترته. من خوب میدونم، من یه دفعه نه، دو دفعه نه، چندین دفعه از دخترتو تو تلویزیون میبینم. اگه نمیشناختمش هیچ مشکلی نبود، ولی اصلا نپرس، اصلا نپرس. واسه خودمم خوب نشد، یعنی بعدن بهش فشار آوردم. تو دانشگاه رتبش پایین اومده بود، استادشم اومد، یعنی یه بار. دوستاشم یه سری واسش مشکل خلق کرده بودن عزیزم، وگرنه اینجا نمی اومدی. منم دیگه باید برم واسه خودم کار پیدا کنم. خدا خیرت بده که ما رو تو خونت را دادی. هر کسی باید واسه خودش یه خونه داشته باشه. نگو دیگه، تو هم مثل خواهرمی، اینجا هم خونه خودته. خوبی که تو به من کردی هیچ جوره نمیشه جبرانش کرد. خیلی ممنون. تا
تا هر وقت که میخوای اینجا بمون، اما دیگه این حرفو نزن باشه؟ میترسم بازم اتفاقی بیفته که رمزی عصبانی بشه. والا وای نترس دیگه دختر، اون دختر واسه شما خطری نداره. اون دختر خیلی صاف و ساده است، از خودش کار و زندگی داره، فقط یه مدت اینجا میمونه و میره. اصلا نمیدونم چی کار کنم. والا خیلی خسته شدم، کارو بیش نرفت، هنوزم خیلی هاش مونده، اما قول میدم همشون رو تموم میکنم. خیالتون راحت باشه. آره چه خبرتونه دختر، رو زود باشین برین میز غذا رو بچینین. آی باشه حتما، الان میری. گوش کن، شما چرا مریم رو تنها گذاشتین و خودتون غیبتون زده؟ زنگ زده بود به من، گریه میکرد. مامان ما که جایی نرفته بودیم، گفت میرم بستنی میخرم دیگه بر نگشت. نمیدونم چرا بر نگشت، ما تمام روز با هم دیگه بودیم، این دیگه چه حرفیه؟ خوبه برین به کارتون برسین، زود باشین. یالا به جنبی دیگه، اینا نمیتونن کارو بار را بندازن. گفته باشم چند روزه هنوز یه مغازه رو تمیز ندونستن، بچه کوچیکا از اینا بهتر بلدن کار کنن. راست میگی، تو اصلا نگران نباش، هرچند معلومه از من و تو خوششون نمیاد، بعدن میفهمی. زود باش بیا بریم میزو بچینیم عزیزان، بریم دیگه. اینو بگیر، اینطوری نگاه نکنین، مامانم شامپو رو تموم کرده. شامپو نیست، با صابون کارتون رو تموم کنین. چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم. عیبی نداره، لازم نیست. آبجی منم لازم نداشتم، بالاخره با یه چیز خودمونو میشوریم دیگه، چاره دیگه ای نداریم دیگه، مهم نیست که با چی بشوریم. ولش کنین بابا، چیز مهمی که نیست. تو چی میگی پیک ها؟ شاید یه روزی نه یه روزی بازم چنین مشکلی پیش بیاد. من میرم این مشکل رو حل میکنم، بعدش میرم مغازه رو تمیز میکنم، حتما فردا همه واسه دیدنش میان. آبجی زود باش تو برو داخل، ما بعد تو میریم. آی والا من اصلا نمیتونم این کارو انجام بدم، من به این کار نیاز دارم. خیلی معلومه؟ نه خیر نه، اما یک کوچولو بزرگ شده. آی لطفا اینطوری نگو آبجی، به من این حرفا رو نزنین. همین که فردا اون میره، نمیتونم در این مورد چیزی بگم، من میرم زودتر دوش بگیرم. اوزگو ها، نمیخوام حتی به ذهنم بیاد، اما اگه مشکلی پیش اومد، اگه بچه سخت نشود چی؟ چرت و پرت نگو عزیزم، اتفاق بدی نمیفته، مطمئن باش هممون کنار همیم. من نمیتونم چیزی بگم، اما اینطوری نمیشه، هرچی فکر میکنم کاری از دستمون بر نمیاد، بدتر همه چی خراب میشه، هر روز یه داستان جدید پیش میاد. دنیزه؟ نه فقط یه پیامه، هرچند بهش گفتم که دیگه به هم زنگ نزن، خودت که میدونی. بارشم به من زنگ نزد، اون حتما فهمیده که تو اینجایی، اگه میخواست میتونست به تلفن تو زنگ بزنه، اما زنگ نزد، یعنی هیچی نشده. نباید من اینجا میبودم. نه آبجی، من نمیدونم چی بگم بهش، اما میدونی که من همین جوری هستم، مثل اینکه رومئوی تو این دفعه بیخیال شده، وگرنه باید یه جوری با تماس میگرفت. شب بخیر. شب بخیر، خیر باشه قاسم. کارتای عروسی رو آوردم محل خانم، به خدا خیلی خوشگلم، بیا یه بار ببین. او رومئو تقلبی، نکنه اومدی ما رو ببری یه جای خوب. آبجی امشب میخوام برم بالا کثیر، میشه آدرس ایپکو به هم بدین؟ آی تو خیلی خوبی بارش، تو واقعا میری اونجا؟ ازگور و آسینو پیدا کن، اونا هم اونجا، به اونا زنگ بزن. باشه باشه. محلا کجایی دختر؟ میام مامان. برو دیگه، خدافز. برو زود باش. بفرمایین، برو تو. آفرین دوماد، خیلی قشنگه، ببین چقدر قشنگه. فردا صبح زود بیا و خودت آپارتمانو تزیین کن.
هر طور که شما بگید مامان جون، همون میشه. ببین اینم مال شماست، با دسته خودم درست کردم. آه خیلی قشنگه، دستتون درد نکنه مامان جون. مهلا ببین، من برن یکم آب بیارم. بابا آب این پرنده ها تموم شده. بابا این یکیش مرده. کدومش؟ سبزش. ملکه مرده. بابا تو خوبی؟ با اون یه جا همه چی تموم شد دنیز. اون که رفت همه چی از بین رفت. دیگه این زندگی زندگی نیست. من نمیخوام اینطوری زندگی کنم. خیر باشه، چطور این موقع زنگ زدی؟ نکنه اتفاق افتاده؟ نخیر نخیر خانم، همه خوبن. من اومدم شما را ببینم. چی گفتی؟ میدونم تعجب کردین، اما من حتما باید شما را ببینم ملکه خانم. خوبه آقا صالح، دل نگرونم کردین. چی شده؟ لطفا زودتر بگی. ملکه خانم تو رو خدا بیاین با هم حرف بزنین. ببینین من الان اینجا تو ساحلم، تو باغچه چای هستم. بیاین اینجا میبینم اتون. گفتین تو باغچه چای؟ خوبه، زودی میام. باشه انشالله که خیره. خوب شد که بیدار شدی. هر کی زود بیدار بشه به همه کاراش میرسه. باید شما امروز گردگیری رو تموم کنین. من میرم جایی. دیشب دیر اومدین، فکر نکنین که من نمیفهمم. امشب دیگه تکرار نشه. تا هوا تاریک میشه باید خونه باشین. باشه مامان. اپک بارش زنگ زده. چی؟ بارش؟ اپک بالاخره صداتو شنیدم. من اومدم اینجا بیا ببینمت. تو جدی میگی؟ خب الان کجایی؟ من تو ساحلم، خودتو برسون دیگه. باشه منتظرم. باشه الان میام. باشه منتظرتم.
خاله عدالت، من زودتر میرم، شما به دختر رو بگو. باشه، خودم هم بهشون زنگ میزنم. باشه دخترم. یه دقیقه. اول صبحی چه خبره دختر جون؟ تو داری چی کار میکنی؟ چی شده ها؟ تو رو خدا قاسم، چرا این کارا رو میکنی؟ آخه چرا اینقدر عجله داری؟ گفتم که نمیشه. مگه نشنیدی که به مامان چی گفتم ها؟ ببین، اول همه اینا رو بهش میدم و میگم که من و تو با هم ازدواج میکنیم. من نگران تو هم که چیزیت نشه، همه چیز خوب پیش میره. آی تو رو خدا قاسم، قربونت برم، قبل از مجلس اتفاقی نیفته این کارو نکن. تو این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟ خدایا خودت کمک کن. آدمی مثل تو نمیفهمه، اما به هر حال اینو میخواستم به تو بدم، بگیرش. این دیگه چی؟ کارت عروسیه. چی داره میگه مهلا؟ قاسم و مهلا. احمق اعصابمو خرد نکن، مهلا محرم منه. احمق تو چی میگی ها؟ دمشن نیکوشم داشخال. ملکه خانم، خوش اومدین، بفرمایین، اجازه بدین. خیلی خوشگل شدین. نظر لطفتونه، خیلی سختی کشیدیم تا اینجا خودمون رسوندیم. تو رو خدا بگین چی شده؟ بهتون که گفتم چیزی نشده، اومدم شما رو ببینم. صابونه بخوریم؟ من با عجله از خونه اومدم بیرون، الانم نگرانم میشه. نه خیر، بشین با هم یه چیزی میخوریم. میدونم که شما هم الان گرسنه‌تونه. واسه صابونه چی دارین؟ تقریبا همه چی داریم. بفرمایین خانم. ایپک؟ فکر کردم منو فراموش کردی. چطور میتونم تو رو فراموش کنم؟ تو عشق منی. چرا نمیگین که واسه چی اومدین اینجا؟ به خاطر شما، فقط به خاطر شما اومدم. میدونین از وقتی شما رفتین ساختمون خالی شده. نمیخواستم اینطوری بشه، حتی نمیتونم برم خونه خودم. وقتی شما نبودین جاتون خیلی خالی بود، اصلا نمیخواستم قبول کنم که نیستین. ول کنین دیگه آقا ساله، این حرفا چی میزنه؟ همینطورم شد. همیشه توی فکری بودم که تو حالا بهت نگفتم. دیگه نمیتونم حرف دلمو از تو و از همه مخفی کنم. شما برای درد من مرهمی. نمیدونم چطوری بگم، اما شما همه یه هستی منین. با من ازدواج کن، شریک زندگی من شو. خوش اومدی خانمم، عزیز دلم، خوش اومدی. حتما خسته شدی، زبونت هم داره بند میاد، نمیدونی چی بگی. نه چهره زیباد، نه هیچ چیز دیگه ای. فکر کنم کاری ازم بر نمیاد. نمیدونم چی کار کنم که خوشحالت کنم. من نمیتونم اون چیزایی که توقع داری و بهت بدم، اما میدونم میتونم خوشبختت کنم. به قلبم خوش اومدی. خنده ها دنیا رو به من داد. دلم پر از محبت شد. عشق با بودنت آشیونه ساخت. میدونی تو یگانه هستی زندگی منی. تو دیگه همه امیدم به زندگی شدی. میخوام زندگیمو با تو بسازم. خوش اومدی خانمم، خوش اومدی، خوش اومدی.